تونستم بحث تاکتیکی استقلال رو آنالیز کنم توی بازیایی که کرده و از توش نکاتی در بیارم. دلیل ندارین در اختیار مربیای دیگه بذارم. اصلا اینجا نباید بحث تاکتیکی بشه. حالا من همین چیزا رو گفتم از باب این بود که به اون بگم که بحث تاکتیکی برای من خیلی ساده است بحث کردن، ولی دیگران میان نقاط مثبت و منفی استقلال رو مفت به دست میارن بدون اینکه کوچکترین زحمتی. عادلانه بود نتیجه؟ به نظر من نتیجه عادلانه بود. من نسبت به نتیجه که به دست اومده اصلا رضایت ندارم. به معتقدم که بچهای ما یه مقدار استرس حفظ گل داشتن. روی تعویضام من خودم خوب عمل نکردم. کته کجاست الان؟ کت قبلیه. کت قبلیه رو 6 بار آتیش زدم. کتی که ما باهاش 4 تا گل خوردیم 40 تا هم نخوردیم. ولی وقتی کت رو عوض کردین دیگه شرایط قهرمانی شد. کتی که ما 4 تا خوردیم. ابراهیم میرزاپور همینجا من به شما به همکاراتون عرض کردم. 10 تا هم ابراهیم میرزاپور نذاش گل بخوریم، اون کت باید 60 بار آتیش گرفته بشه. می‌خوایم فوتبال ارائه بدیم که حداقل ضد فوتبال نباشه. حالا ممکنه توش برد و باختم باشه. این طبیعیه توی فوتبال، ولی اون چیزی که هستش هر تیم خوب و بد داره. ما امروز اونا از موقعیتاشون نهایت استفاده کردن، ما چند تا موقعیت مناسب داشتیم نتونستیم استفاده کنیم. زمین اینی که دو تا توپ ما به تیر خورد. آخه کریمی 4 تا گل، تیمی که میخواد قهرمان بشه، شما در حضور 90,000 تماشاگر ورزشگاه آزادی خیلی خوب بازی کردید. نه یه روز تیم فوتبال، چون شما فوتبالی نیستی من نمیتونم بهتون بگم فوتبال چیه. اگر فوتبال بازی میکردی یه روز 4 تا یه روز 3 تا نمیگو. آخه سپاهان اصلیاش هم میدون نداده بود، خیلی از نفرات ذخیره‌اش آقای بناچیچ به نه خیلی از نفرات جوان رو به زمین آورده بود آقای بناچیچ. مگر جزء بازیکناش نیستن؟ خب به هر ترتیب مثلا وقتی که به جای آرمناک سواری رو میذاره تو دروازه شما گل نمیزنی فرقی نمیکنه دیگه. وقتی که شرایط تیم ناجوری دیگه سواری و پیاده نداره. چه سواره تو گل چه پیاده.